هر سلول بدن ما برای خودش یه دنیای شگفت‌انگیزه از حدود 100 تریلیون اتم. امروز می‌خوام ببینیم این دنیای عجیب و پرجنب و جوش چه اجزایی داره و هر قسمتش چه کاری انجام میده. اما هدف اصلیمون این نیست که از پیچیدگی‌های این سیستم دچار حیرت بشیم. اون به جای خودش، ولی دیدن این ویدیو قرار نظر ما رو نسبت به معنای زندگی عوض کنه. چون این سوال مهمو پیش میاره که مرز بین دنیای زنده و دنیای مرده دقیقاً کجاست؟ اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. سلول ها انواع مختلفی دارن، ولی ما اینجا یه سلول حیوانی رو بررسی میکنیم، چون هم پیچیده تره هم ویژگی های جالب تری داره. از بیرونی ترین قسمت شروع میکنم، یعنی غشا یا پوسته. این قسمت از مولکولی ساخته شده به نام فسفولیپید. یه طرفش که از اتمای فسفر و اکسیژن و هیدروژن و کربن تشکیل شده آب دوسته، یعنی قابلیت حل شدن توی آب رو داره. اما اون طرفش که دوتا رشته دراز از اتم‌های کربن و هیدروژنه چربی دوسته، از آب فراریه. برای همین مولکولای فسفولیپید به صورت طبیعی جوری کنار هم قرار میگیرن که سمت چربی دوستشون به هم نزدیک باشه. اینجوری یه پوسته یا غشا دور تا دور سلول تشکیل میشه. اون لایه چربی وسطش مثل یه دروازه‌بان عمل میکنه. آب و مواد حل شده داخل آب رو اجازه نمیده از سلول خارج بشن یا بهش وارد بشن، اما مواد محلول در چربی مثل اکسیژن و کربن دی اکسید به راحتی میتونن ازش عبور کنن. با این حال یه سری مولکول‌های پروتئین هم تو سرتاسر غشا پراکنده شدن که شبیه گیت‌های ورودی و خروجی عمل می‌کنن. اینا دو گروهن. گروه اول که معروفن به پروتئین‌های کانال، یه سوراخ روی غشا ایجاد می‌کنن که اجازه میده بعضی از مولکول‌های مشخص مثل آب و یون‌ها بتونن وارد یا خارج بشن. گروه دوم روش متفاوتی دارن. وقتی مولکولای خاصی به این پروتئین ها برخورد میکنن، باهاشون ترکیب میشن و ساختارشون تغییر میکنه. بعدش همون مولکول دوباره از اون طرف جدا میشه. مواد قندی و آمینو اسیدها با این روش میتونن وارد سلول بشن. پس غشای سلول فقط به مواد مشخصی اجازه ورود یا خروج میده. اما واضحه که هیچ اراده یا تصمیمی پشت این اتفاقات نیست. همه چیز بستگی داره به ویژگی های طبیعی اتم ها و مولکول ها. خب غشا رو که رد کنیم و وارد سلول بشیم، دو تا بخش اصلی داریم، هسته و سیتوپلازم. اول هسته رو بررسی می‌کنیم. دیوکسی ریبونوکلئیک اسید یا به طور خلاصه DNA یه مولکول خیلی بزرگه که از اتمای مختلفی ساخته شده مثل کربن و نیتروژن و اکسیژن و هیدروژن و فسفر. این اتما به شکل دو تا رشته دراز به هم وصل شدن که حالت مارپیچی پیدا کرده. تمام اطلاعات ژنتیکی هر موجودی رو میشه داخل این رشته ها پیدا کرد. چیزی که باعث میشه هر جانداری با بقیه متفاوت باشه، ترتیب چیده شدن همین اتم ها داخل مولکولای دی ان ای. هر بخشی از این مولکول بلند حاوی یکی از ویژگی های اون موجود زنده است. به هر کدوم از این قسمت ها میگن ژن. از طرف این مولکولای دی ان ای که طول هر کدومشون حدود 2 متره، داخل هسته سلول قرار گرفتن که قطرش به طور متوسط 100,000 برابر از 1 میلیمتر کوچیک‌تره. برای همین جای خیلی تنگی دارن که این باعث میشه هر کدومشون بازم پیچ بخوره و فشرده بشه و ساختاری ایجاد کنه به نام کروماتین. قبل از تقسیم سلولی این کروماتین ها بازم فشرده تر میشن و چیزی میسازن به نام کروموزوم. به کل اطلاعات ژنتیکی یه موجود که داخل یه سلوله میگن ژنوم. حالا قسمت جالبش اینجاست. داخل هسته مولکول‌هایی وجود داره که روی دی ان ای حرکت میکنن و ازش کپی برمیدارن. به این کپی ها میگن RNA. با اینکه شباهت زیادی به خود دی ان ای دارن، اما هم طولشون کوتاه‌تره، همین که دو رشته‌ای نیستن، تک رشته‌ای‌ان.
مولکولای RNA که خودشون انواع مختلفی دارن، بعد از اینکه ساخته شدن از هسته خارج میشن و میرن به قسمت‌های مختلف. اونجا از این اطلاعات کپی برداری شده از DNA استفاده میشه برای ساخت انواع پروتئین ها که بعضیاشون داخل خود سلول به کار میرن، بعضیاشون هم ترشح میشن به بیرون. هسته هم یه غشا شبیه غشای سلولی داره، اما به صورت دولایه. تعداد زیادی سوراخ هم روش داره تا موادی که برای ساخت مولکولای DNA و RNA نیازه بتونن وارد بشن، RNA ساخته شده هم خارج بشه. بخش بعدی سیتوپلاسمه که میشه تمام اجزای داخل سلول به غیر از هسته. سیتوپلاسم شامل سه قسمته: اندامک ها، اسکلت سلولی، مایع داخل سلول. اول بریم سراغ اندامک ها. اینا شبیه اعضای بدن مان، یعنی هر کدومشون یه وظیفه مشخصی به عهده داره. اینجا یه پرانتز باز کنم که سلول های کل موجودات زنده رو میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم: پروکاریوتی و یوکاریوتی. اصلی ترین تفاوت این دوتا اینه که تو سلول های یوکاریوتی هر کدوم از اندامک ها خودش پوسته یا غشای جداگانه ای داره. تمام حیوانات و گیاهان و قارچ ها سلولاشون این شکلیه. اما اون یکی گروه، یعنی سلول های پروکاریوتی، ساده تره. اندامک هاش غشای مخصوص به خودشون رو ندارن. یه نمونهش باکتری ها. شاید بشه گفت بزرگترین اندامک شبکه اندوپلاسمیه. این شبکه در واقع یه غشای چین خورده است که محل تولید محصولات سلولی مثل پروتئین ها و چربی هاست. خودش از دو بخش زبر و صاف تشکیل شده. تو قسمت زبرش چین خوردگی ها شبیه کیسه های پهن به نظر میرسن و برجستگی های زیادی دارن، اما تو قسمت صافش لوله مانندن. به اون برجستگی ها میگن ریبوزوم. ریبوزوم ها از مولکول های پروتئین ساخته شدن به اضافه RNA های مخصوص خودشون که دیدیم توسط هسته تولید میشه. وظیفه اصلی ریبوزوم ها ساخت پروتئین های مختلفه. هر سلول حیوانی میتونه صدها هزار ریبوزوم داشته باشه که فقط هم روی شبکه اندوپلاسمی نیستن، توی قسمت های مختلف پخش شدن. بخش دومش هم شبکه اندوپلاسمی صافه که یکی از کاراش ساخت لیپیدها یا چربی هاست به اضافه یه تولید همون فسفولیپیدهایی که تو ساخت غشاها استفاده میشن. اندامک بعدی معروف به دستگاه گلژی. اگه قبلی رو تولید کننده محصولات سلولی در نظر بگیریم، دستگاه گلژی کارش تکمیل و بسته‌بندی و ارسال این محصولاته. پروتئین ها و بقیه مولکولایی که توسط شبکه اندوپلاسمی ساخته شدن وارد این اندامک میشن و ساختارشون تغییر میکنه، یا اینکه مولکول های بیشتری بهشون میچسبه و پیچیده تر میشن. در نهایت وقتی میخوان از دستگاه گلژی برن بیرون، یه حبابی از جنس همون غشا دورشون تشکیل میشه به نام وزیکول. این حباب یه ویژگی مهم داره. بر اساس اینکه چه ماده‌ای داخلش باشه، یه مولکول هم به این غشا میچسبه که نقش آدرس رو داره. یعنی تعیین میکنه که این بسته دقیقاً کجا باید بره. بعضی از این محصولات داخل خود سلول کاربرد دارن، ولی بعضی‌هاشون هم تولید میشن برای بیرون. مثلا شبکه‌های اندوپلاسمی سلول‌های معده مواد اولیه مربوط به شیره معده رو تولید می‌کنن، می‌فرستن به دستگاه گلژی تا تکمیل بشن، بعدش توسط وزیکول‌ها از سلول‌ها میرن بیرون و وارد معده میشن. ترشحات خیلی از غده‌های بدن به همین صورته. میرسیم به عجیبترین اندامک، یعنی میتوکندری. دو تا غشای داخلی و بیرونی داره که داخلی پر از چین خوردگیه. یکی از اصلی ترین وظایف میتوکندری تولید مولکول‌های به نام ATP که به قسمت‌های مختلف میرن و انرژی آزاد میکنن. این انرژی که از طریق شکسته شدن یکی از پیوندهای بین اتمهای این مولکول ایجاد میشه، صرف انجام کارهایی میشه مثل واکنشهای شیمیایی، ساخت پروتئینها، جابجایی مواد داخل سلول یا خیلی موارد دیگه. بعدش هم مولکولای شکسته شده دوباره به میتوکندری برمیگردن و به شکل اولشون تبدیل میشن. به خاطر همینه که میتوکندری معروف شده به نیروگاه سلول. تعداد این اندامک تو سلولای مختلف با هم فرق میکنه. مثلا عضله قلب نیاز به تولید انرژی زیادی داره، بنابراین تعداد میتوکندری های هر سلولش خیلی زیاده.
اما چرا بهش گفتم عجیبترین اندامک؟ دلیلش اینه که میتوکندری شبیه یه سلول کوچولوی مستقل DNA مخصوص خودشو داره که به شکل مارپیچ‌های حلقه مانند دیده میشن و اینکه برخلاف بقیه اندامک‌ها با تقسیم شدن خودشو تکثیر میکنه. این کارو شبیه سلول‌های پروکاریوتی مثل باکتری‌ها انجام میده. برای همین نظر خیلی از دانشمندا اینه که میلیاردها سال پیش که اولین سلول یوکاریوتی، یعنی همین چیزی که تا الان داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، ایجاد شده، بنا به دلایلی یه سلول ساده پروکاریوتی وارد شده و این دوتا یه رابطه همزیستی پیدا کردن. پس احتمالاً جد میتوکندری موجودی شبیه باکتری بوده. شگفتی میتوکندری بازم ادامه داره. زمانی که سلول‌های نر و ماده با هم ترکیب میشن و سلول فرزند به وجود میاد، نصف اطلاعات ژنتیکی از پدر گرفته میشه، نصفش از مادر. یعنی داخل هسته این سلول جدید هم DNA پدر هست، هم DNA مادر. ولی میتوکندری این سلول فقط از مادر گرفته میشه. یعنی تقریبا همه موجودات میتوکندری سلول‌هاشون مال مادرشونه. پس DNA میتوکندری در طول نسل‌های طولانی ترکیب نمیشه و تقریبا ثابت میمونه. این ابزار خیلی خوبیه برای دنبال کردن مسیر تکامل یا فرگشت موجودات زنده. در مورد انسان هم بررسی میتوکندری نشون داده که جد مادری همه انسان‌های مدرن امروزی یه چیزی بین 100 تا 200 هزار سال پیش داخل آفریقا زندگی می‌کرده. این جد مشترک معروف شده به هوای میتوکندریایی. البته دقت کنید که این به هیچ وجه تاییدی برای اون ماجرای آدم و حوا نیست، چون بررسی DNA داخل هسته ها نشون میده جمعیت انسان ها همون زمانی که هوای میتوکندریایی زندگی میکرده 10 هزار نفر بوده. هزاران زن دیگه همزمان روی زمین زندگی میکردن، ولی مسئله اینه که تو نسل خیلی هاشون پیش اومده که بچه دختر نداشتن. برای همین میتوکندریشون فقط به پسرها رسید و همونجا این زنجیره قطع شده. حالا وقتشه بریم سراغ اسکلت سلولی. این اسکلت از رشته‌های خیلی زیادی با اندازه‌های مختلف تشکیل شده که تمام قسمت‌ها رو به هم وصل می‌کنن، شکل و ساختارش رو حفظ می‌کنن، اندامک‌ها رو تو محل مناسب خودشون نگه می‌دارن، به انتشار پروتئین‌ها و مواد مختلف کمک می‌کنن، موقع تقسیم سلولی هم نقش مهمی دارن. این رشته‌ها به 3 تا دسته کلی تقسیم می‌شن: رشته‌های ریز، رشته‌های متوسط، ریزلوله‌ها. رشته‌های ریز بیشتر به سمت لبه‌ها قرار گرفتن و ضخامتشون فقط 7 نانومتره. اینا یه ردیف مارپیچی از پروتئین‌هایی‌اند به نام اکتین. رشته‌های متوسط یکم ضخیم‌ترن، تقریبا بین 8 تا 12 نانومتر. جنسشون هم از پروتئین‌های مختلفه، از جمله کراتین. ریز لوله‌ها یا میکروتیوبیول‌ها لوله‌های توخالی‌اند که ضخامتشون حدود 23 نانومتره. شاید بشه گفت جالب‌ترین اتفاقی که روی این رشته‌های اسکلتی می‌افته، انتقال محصولات سلولیه. همونطور که دیدیم دستگاه گلجی بعد از تکمیل این محصولات قرارشون میده داخل وزیکول‌ها و ارسالشون می‌کنه. هر کدوم از این بسته‌ها باید برن به یه نقطه مشخص. اینجا یه گروهی از مولکول‌های عجیب وارد میشن به نام موتور پروتئین‌ها یا پروتئین‌های حرکتی که انواع مختلفی دارن و از اتم‌های تشکیل شدن مثل کربن و اکسیژن و نیتروژن و چیزای دیگه. اینا وزیکول‌ها رو روی رشته‌های اسکلتی جابجا می‌کنن. انرژی حرکتشون هم معمولاً از همون مولکول‌های ATP می‌گیرن که گفتم توسط نیروگاه سلول تولید میشن، یعنی میتوکندری. اینجا هم دقیقاً هیچ اراده‌ای برای حرکت این مولکول وجود نداره، مجبوره. با اینکه خیلی شبیه راه رفتن یه بند باز روی یه طناب به نظر میرسه، ولی تنها اتفاقی که داره میفته واکنش‌های مختلف بین اتم‌های این مولکول با اتم‌های رشته‌های اسکلتیه. در مورد روش راه رفتن این مولکول‌ها تا حالا اطلاعات زیادی به دست آوردیم، ولی هنوزم دانش ما ناقصه. همچنان دانشمندا دارن بررسیش می‌کنن. اجزای تشکیل دهنده سلول ها خیلی بیشتر از چیزیه که بشه تو یه ویدیو در مورد همشون صحبت کرد. جزئیات هر کدومشون هم از چیزی که من گفتم بیشتره. ما فقط خواستیم یه شناخت کلی به دست بیاریم از قسمت های مختلفش و اینکه هر کدومشون چه وظیفه‌ای به عهده دارن و کارشون رو چطور انجام میدن. هرچند یه بخش خیلی بزرگی از رفتارهای سلول هنوزم برای ما یه معمای حل نشده است.
سلول اونطوری که امروز متوجه شدیم چیزی نیست جز یه تعداد خیلی زیادی اتم، تقریبا 100 تریلیون، که به شکلای پیچیده‌ای کنار هم قرار گرفتن و همین باعث شده رفتارهای پیشرفته‌ای از خودشون نشون بدن. رفتارهایی که از خاصیت‌های ساده بین اتم‌ها ایجاد شده. مثلا همین ویژگی پیش پا افتاده که آب و چربی نمیتونن داخل هم دیگه حل بشن، پایه اصلی ایجاد غشاهای سلولیه. خب اگه اینطوره پس خود سلولا هم که کنار هم جمع میشن و یه موجود زنده رو میسازن، کار عجیبی انجام ندادن. فقط میلیاردها رفتار ساده کنار هم جمع شده و یه رفتار کلی پیچیده تر رو ایجاد کرده. شما هم لطفا نظر خودتون رو تو کامنت ها بنویسید تا از جنبه های مختلف به این موضوع فکر کنید.